پاسخ منفی توییتر به درخواست اسرائیل برای حذف توییت‌های آیت الله خامنه‌ای. آیا دولت ترامپ می‌تواند زمان انتخابات را تغییر دهد؟ پناهیان، در بیابان‌ها و حیات مدرسه‌ها عزاداری کنیم. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. سایت توییتر به درخواست اسرائیل برای حذف توییت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نابودی اسرائیل و یا بستن صفحات کاربری وی در این شبکه اجتماعی پاسخ منفی داده است. به گزارش تایمز اسرائیل، توییتر در پاسخ به درخواست سیاستمداران اسرائیلی گفته است نظرات منتشر شده یا آیت الله علی خامنه‌ای قوانین توییتر را نقض نمی‌کند. یکی از مسئولان توییتر با حضور مجازی در نشست یک کمیسیون مجلس اسرائیل گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل به عنوان قدرت نمایی در عرصه سیاست خارجی در چارچوب قوانین و مقررات توییتر است. سیاستمداران اسرائیلی شامل وزیرانی از دولت این کشور بهار امسال از توییتر خواسته بودند که با توجه به پیام‌های علی خامنه‌ای در مورد نابودی اسرائیل و فراخوان به تسلیح گروه‌های مقاومت صفحات کاربری او را مسدود کنند یا دست کم پست‌های او در ارتباط با اسرائیل حذف شوند. اورید فرکش کوهن وزیر امور راهبردی اسرائیل در نامه به جک دورسی مدیر عامل توییتر نوشته بود علی خامنه‌ای در یک سری توییت‌های یهود ستیزانه خواهان نابودی اسرائیل و یهودیان شده است. خانم کوهن در این نامه افسوده بود سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران غیر قابل گذشت است. از دید سیاستمداران اسرائیلی فراخوان به نابودی حکومت آنها از سوی رهبر یک کشور دشمن مصداق بارز ترویج ترور، خشونت و نسل کشی است و نباید جایی در شبکه اجتماعی داشته باشد. اما یلوا پترسن، رئیس بخش سیاست‌های منطقه‌ای توییتر در کشورهای اسکاندیناوی و اسرائیل روز چهارشنبه 8 مرداد گفت سیاست توییتر در تعامل مستقیم با چهره‌های عمومی و اظهار نظر در قبال رویدادهای سیاسی روز یا قدرت‌نمایی سیاست خارجه در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی نقض قوانین توییتر نیست. خانم پترسن در ویدیو کنفرانسی با اعضای کمیته مهاجرت در مجلس اسرائیل به پرسش آنان پاسخ داده است. علی خامنه‌ای امسال نیز به مناسبت روز قدس اسرائیل را یک رژیم جعلی و دولت بدون ملت نامید و وجود اسرائیل را ادامه فاجعه بزرگ عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به طرح راه حل نهایی برای خاتمه دادن به نزاع یهودیان و فلسطینیان در یک قرن گذشته پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی را با شرکت فلسطینیان یهودی، مسیحی و مسلمان جهت تعیین نظام سیاسی آتی در اسرائیل ارائه کرده بود. او افسوده بود آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم خود بدعتی در آیین یهود و کاملاً بیگانه از آن است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به انتشار پوستر راه حل نهایی مقاومت تا همه پرسی در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران و صفحات او در شبکه اجتماعی توییتر آن را با راه حل نهایی سران نازی‌ها برای از میان بردن یهودیان در سرزمین‌های زیر حکومت ناسیسم مقایسه کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز از سخنان امسال رهبر ایران در روز قدس و بازنشر آن در توییتر به شدت انتقاد کرده و گفته بود این شبکه اجتماعی جای این نوع اظهارات منزجر کننده و نفرت انگیز نیست. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا در واکنش به اظهار نظرهایی که در انتقاد از پوستر راه حل نهایی او مطرح شد توضیح داد که محو دولت اسرائیل به معنای فراخوان برای نابودی یهودیان نیست. شماری از سناتورهای آمریکایی از 6 ماه پیش خواهان مسدود شدن حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای و سایر مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در توییتر شدند. به نوشته سناتورهای آمریکایی، توییتر یک شرکت آمریکایی است که باید تحریم‌های دولت این کشور علیه ایران را رعایت کرده و به مقامات ایران خدمات ارائه نکند. توییتر یک بار پست دفتر رهبر
رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با فتوای آیت الله روح الله خمینی را به مناسبت سال روز صدور حکم قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار حذف کرد. حساب توییتری آیت الله خامنه ای به زبان فارسی حدود 260,000، زبان انگلیسی حدود 800,000 و زبان عربی حدود 118,000 دنبال کننده دارد. توییتر در مواردی دسترسی شخصیت‌های سرشناس به این شبکه اجتماعی را برای مدتی تعلیق کرده است. این شبکه اجتماعی محبوب رئیس جمهوری آمریکا در دوره اخیر به چند پست دونالد ترامپ در ارتباط با اعتراضات اخیر این کشور به دلیل نقض قوانین برچسب زده است. حدود 85 میلیون نفر صفحه توییتری آقای ترامپ را دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 9 مرداد برای نخستین بار خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد و دلیل اصلی آن را احتمال تقلب بالا در نتیجه رأی‌گیری پستی دانست. در واکنش به بروز بحران ویروس کرونا، بسیاری از مسئولان در ایالات متحده گزینه رأی‌گیری گسترده از طریق پست را مطرح کردند. دونالد ترامپ با طرح این موضوع در یک پیام توییتری نوشت که به باور او در سیستم رأی‌گیری کنونی ایالات متحده احتمال تقلب بالاست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا با رأی‌گیری همگانی از طریق پست و نه رأی‌گیری غیابی که امر خوبی است، 2020 تبدیل به غیر دقیق ترین و پرتقلب ترین انتخابات تاریخ خواهد شد. این مایه خجالت ایالات متحده خواهد بود. او افسوده است انتخابات را به تأخیر بیندازیم تا مردم بتوانند به درستی با اطمینان و با امنیت رای دهند. به نوشته بی بی سی، بر اساس قانونی که در سال 1845 تصویب شد، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باید هر 4 سال در 3 شنبه بعد از اولین 2 شنبه ماه نوامبر برگزار شود، یعنی 3 نوامبر 2020. تغییر این قانون نیاز به تصویب کنگره دارد، یعنی هم مجلس نمایندگان که در اختیار دموکرات هاست باید با آن رأی مثبت دهد و هم سنا که در اختیار جمهوری خواهان است. جلسه هماندیشی و هماهنگی مداحان و وعاظ کشور با وزیر بهداشت با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی از خطبا و مداحان برجسته کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. علیرضا پناهیان با ارائه این پیشنهاد که مجموعه وزارت بهداشت از مجالس عزاداری دفاع کند و ما هم از رعایت دستورات بهداشتی حمایت می‌کنیم گفت نباید زمینه را برای دوگانگی‌ها ایجاد کنیم و باید مانع آن بشویم. اینکه یکی از معاونان وزیر می‌گوید من نگران اربعین هستم خیلی دلنشین است. هر چقدر شما دغدغه عزاداری‌ها را داشته باشید بسیار مؤثر واقع می‌شود. ما در سبک عزاداری ها و سینه زنی ها هم باید ورود کنیم تا فاصله اجتماعی رعایت شود. ما می توانیم از حیات مدرسه ها و محوطه دانشگاه ها به خوبی استفاده کنیم که در تهران از این نوع بسیار داریم. اگر در فضاهای باز و بیابان ها هم عزاداری کنیم، اتفاقا بیشتر شبیه حضرت زینب سلام الله علیها و اهل بیت علیه السلام است و چه بسا که جلوه بیشتری هم برای عزاداری ها وجود دارد. وی ادامه داد سوال ما این است که صحت این آمارها که از تلفات اعلام می شود چگونه است؟ گاهی عمدن بیشتر اعلام می شود و گاهی مصلحت عمومی ایجاب می کند. اگر آمارها با بیتوجهی درمانی زیاد شده باشد، بیعتمادی ایجاد می کند و مردم حرفهای ما را نمی پذیرند. سوال دیگر ما درباره اشخاصی است که طب سنتی را ترویج می کنند که آیا باید به آنها اعتماد کرد؟ و ما اگر بدانیم دستگاه سلامت کشور آن را تایید کرده بسیار مؤثر است و حرفها یکی می شود. در ادامه جلسه که با حضور معاونین وزارت بهداشت برقرار شد، حجت الاسلام مهدی طائب گفت من اینطور فهمیدم که اگر کسی از ویروس ترسیده باشد، آسیب پذیر می شود، اما دین مقاومت را بالا می برد. ما عضوی از اقدامات شماییم، برای همین مشخص کنید پیشبینیتان از آینده این بیماری چگونه است و ما با جلسات و حیات مذهبی چگونه کار کنیم و به چه نتیجه‌ای برسیم. نمکی
در پاسخ به سوالات مطرح شده تصریح کرد ما برای شب‌های قدر پس از جلسه ویدیو اجلاس رهبری درنگ نکردیم و اقدامات را انجام دادیم که نتیجه خوبی هم گرفته شد. درباره محرم هم تردید ندارم که دل امام زمان را شاد خواهیم کرد و می‌دانیم که گریه بر سید الشهدا علیه السلام باعث تراوت و فرح مؤمن می شود. ما روزهای سختی را در پیش داریم چرا که این ویروس یکی از پیچیده ترین موجوداتی است که از آغاز خلقت بشر به عرصه پا گذاشته است. قدرت سرایت کرونا چند برابر شده و الان جوانترها بیشتر گرفتار می شوند. الان حتی یک نفر با ماسک هم می تواند به وسیله دستگاه‌های تهویه با فاصله 70-80 متری گرفتار شود. وزیر بهداشت ادامه داد در عزاداری‌ها فقط باید پروتکل‌ها رعایت شود و ماسک بزنیم. راه افتادن دسته دو بدی دارد که فکر ما را به خود مشغول کرده. اول اینکه با هیچ قوه قهریه‌ای نمی‌توانیم فاصله ها را حفظ کنیم و دوم اینکه اساساً نمی‌توانیم و قبیح می‌دانیم اگر جلوی عزاداری مردم را بگیریم چون این شورش دل عاشق است. ما پیشنهادمان این است که در یک فضای تعریف شده‌ای و بین خانه‌ها با هر وسعت و گستردگی پرچم مشکی بدهیم و از خانه‌ها روزه پخش کنیم، اما راه افتادن دسته و پیوستن افراد را که توانایی کنترل آنها را نداریم چیزی است که ذهن ما را به خود مشغول کرده است.